موزیک. جشنواره موسیقی البستان در لبنان. 23 سال است که موسیقی کلاسیک در این تپه‌های مشرف به بیروت تنین انداز می شود. این فستیوال تا کنون به هیچ وقفه‌ای برگزار شده، حتی روزهایی که از آسمان بمب به زمین باریده. میرنا بستانی حامی هنر و محرک و مبتکر اصلی این فستیوال است. وی میگوید که میخواسته با برگزاری این جشنواره به درک جدیدی از موسیقی کلاسیک در لبنان برسد. در سال 1991 میلادی که از اروپا به لبنان بازگشتم، متوجه شدم که در بیروت محیط مناسبی برای اجرای موسیقی کلاسیک وجود دارد. موسیقی در آن زمان فقط در مراسم خاکسپاری کسی که با بمب یا به شکل دیگری کشته شده بود به کار برده میشد. از این وضعی که خوردم و فکر کردم باید کاری کرد. از چند دوست پرسیدم که آیا میتوان جشنواره کوچک در زمستان به راه انداخت؟ آنها گفتند آیا هنرمندان حاضرن به لبنان بیایند؟ به نظرم هنرمندان همیشه جسورتر از بقیه هستند. امسال 400مین سال مرگ شکسپیر، شاعر و نمایشنامه نویس بریتانیایی است. به همین دلیل هم موضوع امسال جشنواره البستان موسیقی و شکسپیر است. برنامه های جشنواره بسیار متنوع است. اپراهای کلاسیک مثل اوتلو اثر وردی و اوتلوی روسینی و تئاتر ژاپنی نو با الهام از آثار شکسپیر در فستیوال اجرا می شود. رویای نیمه شب تابستان اثر فلیکس مندلسون، آهنگساز آلمانی، یکی از کارهایی است که در جشنواره امسال اجرا می شود. مندلسون این اثر را برای همراهی با اجرای نمایشنامه ساخته. وقتی به کار مندلسون نگاه می کنم، می بینم با پیروی دقیق از شکسپیر ارکستر پیچیده‌ای خلق کرده. موسیقی اثر مثل قلاب‌دوزی ظریفی است با جزئیات فراوان. آنقدر دقیق که حتی از میان سازهای زهی می توانید صدای چهارپایی را که در مراسم عروسی به صدا در آمده بشنوید. و بعد نوبت می رسد به یکی از پرآوازه ترین قطعات مندلسون، مارش عروسی. با اولین آکورد مارش عروسی احساس شادی و آرامش شما را فرا میگیرد، با آنکه موسیقی نظامی است اما پر از لحظات پر احساس و شاعرانه است. از میرنا خیلی چیزها یاد گرفتم. این جشنواره پیشرفت کرده و در اون مایش امید است. موسیقی زبانی جهانی است که هر مرز و مانعی را در می نوردد و با نوت و احساس با مخاطبش حرف می زند. کنسرت شنونده را به دنیای دیگری میبرد که در آن تمام مشکلات زندگی چند لحظه فراموش میشوند. به این ترتیب ما با احساس ناب به ریشه های انسانیت باز میگردیم. به احساس ناب به ریشه های انسانیت باز میگردیم.